این برنامه توسط خدمات تخصصی اغیز برای شما تقدیم می‌گردد. استراب، ترس و نگرانی از علتهای مهم افزایش تلفات ناشی از ویروس کرونا یا مریضی کووید 19 است. به خاطر مقابله بهتر با این ویروس نیاز است تا روان انسان در مقابل این مرض و این ویروس قوی باشد. سلام، به ششمین برنامه محافظ خانگی خوش آمدین. من میرویس آریا هستم. شاید بیاد داشته باشین که در برنامه قبلی محافظ خانگی در مورد غذاها و خوردنی هایی که برای بلند بردن مقاومت بدن مفید است برتان گفتیم. گوشت گوسفند، شیر داغ و روغن های حیوانی مثل روغن زرد، کیله، مالته، سیب و انار و میوه های خشک مثل انجیر، کشمش، بادام، پسته و چارمغز برای فامیلایی که توان مالیشان بهتر است پیشنهاد شد. در ششمین برنامه محافظ خانگی در مورد چگونگی مبارزه روانی با ویروس کرونا یا مریضی کووید 19 بر شما پرویز آریا معلومات مفصل را گردآوری کرده. اما قبل از او که پرویز این معلومات ها را بر شما بگویه، امید آریا یک بسته کوچک معلوماتی از آخرین تحولات و اتفاقات مربوط به بحران کرونا را در سطح جهان جمع‌آوری کرده که بر شما میگه. پیش از او که معلومات را بشنوین، میخواهیم که از نهاد اغیز به خاطر حمایت مالیشان از برنامه کنونی محافظ خانگی سپاسگزاری بکنیم. آمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا چهارشنبه 23 جون سال 2020 میلادی به تعداد 9 میلیون و 500 نفر رسیده که از آن جمله بیش از 480 هزار نفر آن فوت شده و حدوداً 5 میلیون و 175 هزار نفر دوباره صحتیاب گردیده اند. بر اساس این آمار، تعداد واقعات ثبت شده در افغانستان 29640 بوده که 639 مورد آن فوتی و بیش از 9000 مورد دیگر آن بهبودیافته گزارش داده شده است. دواهای مؤثر. اخیراً یک داروی ضد التهاب به نام دکزامتازون به عنوان راه حل معرفی شده که می تواند در درمان مبتلایان به ویروس کرونا که در شرایط وخیم قرار دارند مؤثر واقع شود. آزمایش این دارو در بریتانیا نشان داده است که استفاده از آن می تواند باعث نجات جان بعضی از مبتلایان شود. این اولین دوای تایید شده در این زمینه در سطح بین المللی است و سازمان خدمات درمانی بریتانیا اجازه دارد فوراً آن را تجویز کند. وزارت صحت عامه افغانستان در وبسایتش گزارش داده است که سرپرست و نامزد وزیر این وزارت به یکی از شرکت‌های تولید اکسیژن رفته و برای رفع مشکل کمبود اکسیژن در کشور تاکید نموده است. آقای جواد عثمانی گفته که ما در تلاش هستیم تا با فعالسازی فابریکه‌های تولید اکسیژن این مشکل را به کلی مرفوع کنیم. همچنان شمار از رسانه‌های افغانستان از فساد گسترده در وزارت صحت عامه خبر دادند. این رسانه‌ها طی چند روز اخیر هفته جاری از قاچاق 32 دستگاه تنفسی یا ونتیلاتور به پاکستان و دستگیر شدن یکی از معتمدان وزارت صحت عامه به جرم اخذ 80 هزار دلار رشوه گزارش دادند. سلام، وقت شما خوش. مریضی کووید 19 گرچه تاثیرات جسمی خود را داره، اما ترس و استرس را که در بین افراد جامعه ایجاد کرده، وضعیت روحی و روانی خیلی از افراد را ضعیف ساخته. افراد جامعه نیاز دارند تا راه‌های بلند بردن روحیه و مقابله با ترس ناشی از این ویروس را بدانند. ما در این برنامه معلومات مفید و مختصر را جمع‌آوری کردیم که شما بتوانید به خیلی سادگی و آسانی راه‌های مقابله روانی را با ویروس کرونا بدانید تا که از ترس و استرس شما کاسته شود. ترس از بیماری کرونا، احساس ناامیدی، بی‌حوصلگی، نگرانی از وضعیت بد اقتصادی و حراس از قحطی عوامل هستند که آسیب‌های روانی را در دوران قرنطینه افزایش می‌دهد. تحقیقات نشان داده که با شیوع ویروس کرونا در جهان، وضعیت روانی مردم بدتر شده و آمار افسردگی در جامعه بلند رفته. روانشناس‌ها پیشنهاد می‌کنند که در دوران قرنطینه برای حفظ سلامت روانی خود و اعضای خانواده باید فعالیت‌هایی را انجام بدهیم که وقت فکر کردن در مورد پیامدهای منفی بیماری کرونا بر ما نماند و ما را درگیر کارهایی کنه که از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی بر ما مفید باشه.
روانشناس ها توصیه می کنند که افراد در قدم اول باید متوجه نشر خبرهای دروغی و اغراق‌آمیز که از طریق رسانه ها پخش می شه باشند. نشر خبرهای غیر حقیقی اکثرا از طرف افراد و سازمان های مختلف به هدف سودجویی های اقتصادی صورت می گیره. وقتی در مورد یک چیز نگرانی داریم، نمی تونیم به افکار خود مسلط شویم، فقط به یک فاجعه فکر می کنیم. این نگرانی ما قابل درک است، اما می تونیم به اندکترین فعالیت به افکار خود تسلط پیدا کنیم. در قدم بعدی برای شما می گویم که چه کارهای ذهن ما را از افکار منفی به سمت افکار مثبت رهنمایی می کنه. برنامه روزمره. یکی از عوامل ایجاد ترس و نگرانی در زمان شیوع ویروس کرونا برهم خوردن روند عادی زندگی افراد است. اگر ما بتانیم بر دوران قرنطینه برنامه روزمره داشته باشیم، تا حد زیاد بر ترس خود غلبه کرده ایم. برنامه ریزی بر کارها در خانه و انجام دادن کارها میتونه برای ما حس عادی بودن اوضاع را ایجاد کنه. تلاش کنیم مطالعه، تغذیه مناسب و خواب کافی داشته باشیم و روابط اجتماعی خود از طریق اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تنظیم کرده و به همهشان رسیدگی کنیم. تماس با دوستان. با ادامه قرنطینه عمومی و کاهش روابط اجتماعی تلاش کنین ارتباطتان با دوستانتان را افزایش بدین و از همدیگر احوال بگیرین. استفاده از تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی بهترین راه برای برقراری ارتباط شما با دوستانتان است. در مورد یاران قدیمی‌تان فکر کنین و هر آن کسی را که در گذشته می‌شناختین و شماره تماس و یا حساب شبکه‌های اجتماعی‌شان به دسترس‌تان است، پیام بگذارین. کتابخوانی و یا مطالعه. در یک شبانه روز برای 1 الی 2 ساعت به گونه حتمی باید مطالعه کنین. در دوران قرنطینه تلاش کنین کتاب‌هایی را که دوست دارین تهیه کنین و بخوانین. مطالعه سبب میشه که فکر و ذهن شما مصروف یادگیری شوه و شما را از فکر کردن در مورد آسیب‌های روحی و روانی کرونا به دور نگه داره. به این نتیجه میرسیم که داشتن یک برنامه منظم و خوب و همچنان نگه داشتن ارتباط نزدیک از طریق تلفن، پیام، شبکه‌های اجتماعی با دوستای نزدیک و خانواده راه‌هایی است که فشار مریضی کووید 19 را بالای فرد مریض کمتر می سازه و این خیلی کمک میکنه در بهبودی وضعیت روانی مریض که کار را به صورت حتمی باید انجام بدیم. اما در برنامه بعدی محافظ خانگی ما در مورد ای که وقتی یک شخص مریض است در خانه می باشه چی ورزش های را انجام بده که ورزش ها برش مفید تمام شود در دوره مریضی معلومات میدیم. باز هم میخواییم از نهاد عقیز به خاطر حمایت مالیشان از این برنامه تشکری بکنیم. اما میخواییم که از شما بدانیم که در چی موضوعات میخواییم که ما برنامه بسازیم و برنامه های آینده خود را به او موضوعات اختصاص بدیم. میخواییم که نظریاتتان را در بخش کامنت در زیر از این ویدیو بگذارین تا ما او را مد نظر داشته باشیم. به خاطر مبارزه بیشتر با شیوع ویروس کرونا از شما می خواهیم که این ویدیو را از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا پیام با دوستایتان که نیاز دارن حتمی شریک بسازین. همچنان به خاطر حمایت از ما چینل یوتیوب عینک نتورک را سابسکرایب کنین، علامه زنگوله را فشار بدین که ویدیوهای بعدی ما را دیده بتانین. همچنان از شما می خواهیم که صفحه فیسبوک ما را، اینستاگرام و تویتر ما را از طریق آدرس‌هایی که در روی صفحه نشان داده میشه دنبال بکنین. تا برنامه بعدی و دیدار بعدی، خدا نگهدار. این برنامه توسط خدمات تخصصی عقیز برای شما تقدیم شد.